برای انتشار یک پادکست و قبولاندن آن به تجمیع کنندگان عمده پادکست، شما باید یک عکس فایل صوتی و متن توضیحی ترک را آماده کنید. ما برای این کار از ساوندکلاود استفاده می‌کنیم، وبسایتی که میزبان فایل‌های صوتی از جمله موسیقی و پادکست است و هم به عنوان میزان پادکست و هم برای گوش دادن به موسیقی بسیار پرطرفدار است. ساوندکلاود امکان داشتن حساب کاربری رایگان را فراهم می کند که البته این حساب های کاربری با محدودیت های هم همراه هستند، اما در صورت نیاز می توانید بعداً حسابتان را به حسابی که امکانات بیشتری دارد تبدیل کنید. حساب های کاربری رایگان یک فید RSS به شما می دهند که این مهمترین عامل در انتشار پادکستتان است. فیدهای RSS مهمترین فناوری مورد استفاده برای به اشتراک گذاشتن قسمت‌های مختلف پادکست‌ها هستند. این وبسایت صفحه رابط ساده‌ای هم برای کاربران ارائه می‌کند، چرا که به محض انتشار محتوای پیامی برای شما می‌فرستد و محتوای جدید را به طور خودکار فهرست می‌کند. برای آشنایی با دیگر وبسایت‌های میزبان پادکست به فهرست موجود در بخش منابع این درس سری بزنید. اول به وبسایت ساوندکلاود بروید و یک حساب کاربری رایگان ایجاد کنید. سپس کلیپ صوتی و متن و عکس خود را آماده کنید. در قسمت اجازه ها یا همان پرمیشنز گزینه در فید RSS قرار بده انتخاب شده است. بعد از اینکه پادکست را منتشر کردید، یک گام به عقب بیایید و به خاطر اولین قسمت پادکستتان به خودتان تبریک بگویید. کار ما در اینجا تمام نمی شود و همانطور که در بخش بعد خواهیم دید، باید پادکست خود را به تجمیع کنندگان عمده ارائه کنیم تا بیشترین تعداد افراد ممکن از طریق اپلیکیشن های مختلف به آن گوش دهند.